آیت الله العظمی حائری از مراجع تقلید شیعیان عراق از مرجعیت خود کناره‌گیری کرد. دفتر معظم الله روز گذشته طی بیانیه اعلام کرد ایشان به دلیل بالا رفتن سن و همچنین بیماری به مسئولیت مرجعیت ادامه نمی‌دهد. در طول غیبت کبرا بنمایه مرجعیت و جایگاه آن به عنوان تبیین و تبلیغ کننده احکام شرعی بوده و از این رو باید گفت وجه دینی مرجعیت مقدم بر وجوه اجتماعی و سیاسی آن است. مرجعیت شیعه پس از قیمت امام زمان عجل الله فرجه شریف بر اساس نیاز شیعیان به منبعی برای تبیین تکالیف شرعی و فقهی شکل گرفت. این جایگاه در سیر تاریخی خود بست و گسترش یافته و در تعامل با دیگر موجودیت‌های اجتماعی، نقش‌های اجتماعی و سیاسی و سیاسی دیگری را نیز بر عهده گرفته است. برای بررسی بیشتر این موضوع، حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد تقی زاکری، مشاور سازمان‌های حقوقی شیعه در واشنگتن با ما هستند. سلام، وقتتون بخیر آقا. سلام علیکم، ان شاء الله موفق باشید. سلام علیکم. خواهش می‌کنم. بفرمایید آقا، آیا در تاریخ مرجعیت شیعه نمونه های دیگه وجود داشته که از مسئولیت مرجعیت کنارگیری کرده باشند؟ چنین چیزی سابقه نداشته. ایشون هم نفرمودن که من کنار میکشم. ایشون در این نامه، بنابر صحت نامه، ایشون فرمودن من توانایی ادامه تحمل مسئولیت را ندارم. ببینید، مسئله مرجعیت یک توفیق الهیه بعد از تحقق یک سری شرایط. یعنی اولا باید کسی که میخواد تحمل مسئولیت بکنه یا میبینه در خودش توانایی را، باید علم به اندازه کافی، دانش فقهی به اندازه کافی داشته باشه و قدرت استنباط، یعنی قدرت این رو داشته باشه که از قرآن کریم و اطرت پیغمبر، یعنی خاندان پیغمبر و اون چرا که از روایات ایشان باقی هست، بتونه از همه اینها حکم خدا را بفهمه. اگر در این مرحله رسید، چهار تا شرط اساسیه که آقای امام حسن عسکری بیان فرمودن. در صورتی که این چهار تا شرط اساسی رو داشته باشه، اضافه بر مسئله علم و قدرت استنباط، اون موقع میتونه تحمل بکنه مسئولیت تقلید مردم را. به حسب روایت امام عسکری، این چهار تا شرط این است که خودش را ساخته باشه، بتونه دینش را نگه بداره، مخالفت با هوای نفس داشته باشه و اطاعت از مولا که پروردگار هست، اطاعت از مولا را داشته باشه. همه اینها، اگر بخوایم همه این چهارتا رو خلاصه بکنیم، یعنی آزاد مردی باشد که فشار حکومت یا فشار وضع سیاسی یا اجتماعی فتوای او رو عوض نکنه. من خیال نمی کنم ایشون بر اساس مسئله پزشکی و توانایی بدنی این مطلب رو نوشتن، چون من یادمه سال 2009 میلادی که ایشون آخرین بار آمدن برای مکه، از اون موقع پیدا بود که توانایی بدنی ندارن. یعنی مسئله توانایی بدنی نیست، توانایی فکری اصولا، یا اینکه دیدن یک فشارهای سیاسی چیزی براشون هست که بر اساس این که فشار سیاسی هست چنین مطلبی را فرمودن. به هر حال چنین سابقه ای نداشتیم و نمیتونه یک کسی که قدرت مسائل علمی رو داشته باشه و این ویژگی ها رو داشته باشه، حق نداره خودش رو بکشه کنار. بله، حکومت ها یک همچین کارهایی رو میکنن که الان هم من خیال میکنم مسئله فشار حکومتی در این زمینه باشه. یعنی اینکه ایشون از نامش، هم از جهت زبان نامه، یعنی متن نامه، نشون میده فشار حکومتی روش هست، و هم از جهت زمانی، یعنی وقت صدور این نامه،
بلوا درست میکنه، آشوب درست میکنه در عراق، یعنی در واقع حکومتی یا بیشتر از یک حکومت بهره برداری میتونن بکنن از این ورقه. از متن هم اینجور فهمیده میشه که بالاخره به نفع حکومتی یا احزابی حکومتی، جهتهای سیاسی بالاخره به نظر من مدخلیت داره در قضیه، اگر صحت داشته باشه اصل نامه. بله آقا، آیا یک مرجع پس از بر عهده گرفتن مسئولیت مرجعیت میتونه مانند آیت الله العظما حائری از این مسئولیت کناره گیری کنه؟ خیر، نمیتونه. عرض کردم مگر اینکه این شرایط به هم بخوره. اگر این شرایط هر یکی از اینها از بین بره، به خودی خود دیگه نمیتونه مرجع تقلید مردم باشه. من خیال میکنم ایشون صرفا خواسته خبر بده به مقلدینشون که من دیگه توانایی ندارم، و الان کنار کشیدن نیست، عدم توانایی رو ایشون خبر داده. تشکر میکنم آج آقا، تشکر میکنم از ارتباط. شیخ محمد تقی زاکری از واشنگتن با ما بودند.